نام یاد خدا سلام دارم خدمت تمام همراهای عزیز که امروز ما را بیننده هستند. دوستای عزیز، ما در تمقل لومان از مرکز ولسوالی جاغوری هستیم و امروز خبر نگ را برای شما داریم و موضوعات بیشتر را از انجینیر و اهالی منطقه میشنویم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بازم تقدیر و تشکر مجدد از شما. خب راه رشد از چنل توق میداد. بازم تشکر از شما که در هوای سر تمقل تشریف آوردین. البته خواهی امروز دومین بار بود که ما انجینیر سر این جماعت گفت همه حد و حدود و عرض و طول و زبان مشخص کنه. ما امروز کس هم خبر نگدیم. البته بقیه مردم قراره که دو سه روز بعد دیپند افتتاح کنیم. البته کل تمقل و زن و مو خبر نمیم. یک نزد اگر داشتیم یک نزد نیم باید از او. ما امروز تقریبا در حدود یک داد دوازده نفر اندیم همه حد و حدود متراج بند مشخص کنیم. خب ما زیاد هم گپ نمیزیم، وقت شمون هم نمیگرم. دیگه اینا خود انجینیر سی بخششم دیگه مگیه بقیه گبر. سلام دوستای عزیز، بیننده خوبی ما، وطندارا. ما بازم نظر به مشکلات طبیعی و مشکلات های روزمره مردم همیشه شما ما رو میبینید در کوه میگردیم. نبودی سرک، نبودی پل و نبودی آب و آشامیدنی این مردم ما رو وادار کرده که باید همزو کمترین امکانات خود استفاده کنه. ما امروز بازم بار دویوم است که تا یک ماه از منطقه تمقل لومان دیدن میکنیم. اینجا نظر به تقاضای مردم میخواید که یک ساختمان بند را در اینجا ایجاد کنه. شما میبینید که در این سالهای اخیر نبودی آب و چنان بارندگی و برفباری کمتر، مردم دست به کوج هستند. مردم منطقه را تخلیه کردند. مردم خانه های بسیار خوبی خود به خاطر نبود آب ایلا کرده و رها کرده میرن طرف شهرها. شهرهایی که هم آب نداره، شهرهایی که پر از دود است، شهرهایی که پر از کثافت و بوی است. وقتی که ما امکانات داخل منطقه داشته باشیم، چی ضرور است که ما بریم پیش از این که مرگ طبیعی به ما نزدیک شوه، ما خود خودکشی کنیم با او دود و با او بوی و با او کثافت و با او آبی غیر صحی که در شهرها است. پس مردم تصمیم گرفته که آبی بسیار شیرین و خوبی خوده که در از کوه ها سرازیر میشه، ولو کم است، ولو هیچ نیستم، بهار جاری میشه، از آب باران جاری میشه، آب سیل جاری میشه، باید مهار کنه. شما میبینید که کارهای بسیار نیکی در جاغوری و اطراف جاغوری تای دو سه سال به خاطر مهار آب، به خاطر سرک، به خاطر احداث پول ها و به خاطر کار مردم بسیار خوب تصمیم گرفتن، خوب کار کردن که کارهای خوبی همی مردم باعث شد که بی بی سی نشرات داشته باشد. بسیار چینل ها یا به حساب رسانه های خارجی ایره نشرات بکنه، از مردم اول بگیره. پس ما برای تمام خیرین خود، مسافرین خود ایره میگم که شما افتخار ما هستید. ما از اینجا چیزی به دست ما نیست، چیزی جور نمیتانیم. ما فقط دست به دامن شما دراز میکنیم که تا امی رقم کارهایی که مردم میخواه آب خود مهار کنه، از مشکل کمابی خلاص شوه. از اینجا نهایتا 5000 و 2000 و 10000 پورا میشه. فقط دوستای ما بوده که واقعا پروژه های مختلف از سنگجوی لومان شروع کرده تا بابا و چلباختوی پشی و وقی و شامنصور، حتی تا ورزگانه، حتی تا خاک افغان ولایت زابوله. تنها کمک های شما بوده که امروز افتخار بخشیدید برای این مردم. ما تقریبا برآوردی که داریم تا دو سه سال اخیر تقریبا 200 میلیون افغانی را به خاطر راه ها، به خاطر پول، به خاطر بنده ها در داخل جاغوری مصرف شده. همین رقم ما میخواهیم که کارهای ما وسعت پیدا کنه، بریم طرف قره‌باغ، بریم طرف ناور و افغانستان، طرف جنوب و شمال، طرف بغلانا و بامیان. پس این کار نیک یک کار دائمی و بنیادی خواد بود. ما مردمی که میخواه آب خود مهار کنه چهار درخت اینجا اضافه کنه، مردمی که میخواه آب خود مهار کنه دوباره به زمین خود رجوع کنه، درخت بشانه، سیب بکاره، اینجا زردالو بکاره، برای مایتاج خود از اینجا یک لومانان پیدا کنه. شما ببینید که سایه لومان واقعا یک منطقه بسیار وسیع است، زمین های بسیار خوب داره. حیف آدم میگه که آب ما مفت بروه. آب خود باید مهار کنیم در اینجا بتانیم که لومان سرسبز داشته باشیم. پس از تمام دوستا و بینندای خود خواهش ما ایست که
برادرای تمقول لومان که فعلا تصمیم گرفته بند این جهداز کنه حتما هم کاری داشته باشید، خصوصا تمقولی های ما، خصوصا لومانی های ما، خصوصا جاغری های ما، خصوصا کسایی که واقعا علاقمندی به این آبادی از این کشور داره. ما شاهد بودیم که امسال در بند سنگجوی لومان، در بسیار بندهای دیگه همچنان پول ها و سرک ها برادرای پشتونی ما بسیار کمکات داشتن، برادرای ازبک ما، برادرای تاجیک ما، خانم ها از کل دیگه پیش قدم بودن، نزد محرم خود به ما روان کردن، نزد بی بی خود روان کردن، بسیار نیتایی که داشتن برای ما روان کردن که واقعا ما افتخار میکنیم که ما تانستیم که یک موضوع انسان دوستی و بشر دوستی را به وجود بیاریم. ما تانستیم که پلای بسیار خوبی را در منطقه زابل، در منطقه خاک افغان بسازیم که واقعا اون مردم دچار مشکلات فراوان بود. امروز تقریبا اون پلا ساخته میشه و مردم از اون مشکل خلاص میشه. پس ما از تمام وطندارای خود خواهش میکنیم که در قسمت آب و مهار آب باید ما جدی باشیم. آب ما دیگه بیرون نروه، آب ما در داخل منطقه باید ذخیره شود تا مردم از خوشسالی و از بیابی و کمابی باید خلاص شود. پس تشکر میکنم از برادرای تمقول که امروز آمدن. ما فقط تانستیم که ارتفاع بند تقریبا در حدود 20 متر نشانی کنیم که ما تا 20 متر اگر بخیر کاری بند خود پیش ببریم تا کجا را آب استاد میشه، مسیر سرغزی از کجا باید باشد، سنگ در کجا باید شکستانده شود و این مردم تصمیم گرفتن که حتما شورای خود بسازه، بخش مالی خود بسازه. در این روزهای نزدیک به خیر سرغزی کار سر شروع میشه که اساسا تا همین 40 و 60 خلاص میشه. ما باید امکانات اولیه بند خود باید داشته باشیم. همچنان در زمستان سیخ ارزان است باید یا خریداری کنه، سیمنت ارزان است باید خریداری کنه، فقط همراه سیمنت گپ بزنه و تحویلیش را تسلیمیش در بهار باید بگیره که سیمنت زیاد کنن نشود، سیمنت زیاد در دیپا نمانه و در زمستان قطعا از بهار که در تقریبا در فی خلطه 50 افغانی تا 70 افغانی ارزان میشه. ما هر قدر که کارهای بند خود، ساختمان بند خود ارزانتر حساب کنیم، محاسبه کنیم بهتر است. هر قدر که ما بتانیم که از مواد محلی خوبتر استفاده کنیم تا ساختمان ما ارزانتر برای مردم تمام شود بهتر خواهد بود. دیگه انشالله مردم مصمم هستند که این کار بکنن، سر از امروز کارهای خود اینا شروع میکنن، سرک خود میسازن، سرک میخواهی که بخید تا زیرگ وصل کنه. یک کار بسیار نیک است که واقعا این مردم که از مسیر مجری یا از مسیر چی مارن ترگولنگ ای تقریبا ای سرک نصف میشه. شما ببینید وقتی که سرک نصف شود در واقع کس که در زیرک کار داشته باشد تا از اون مسیر در زیرک میرسه، از اینجا زیرک پس در خانه خود میرسه، یعنی قدر مفاد داره. نگه سلامت باشید دوستای عزیز. یک چیز دیگه هم از پرسان نگم، من خواهده فصلی از مومی یا بنده تو عمر موقع در ارتفاع 20 متر برسیم و همی 200 فامیلی میتونه برخ بدیه. خب هدف دومی برق 100% خب مسافرین که زنگ میزنن، خب هدفش اینه که انجینیر صاحب یک کار کنه که حداقل میتونیم از برق استفاده کنیم. خب آب برق از چطور میشه؟ بند چندین مزایا داره. اول می که خودی بند آبهای زیرزمینی را تغذیه نه یا کمک میشه که تا چاه و چشمه از هر نقطه باید کنده شه. یک دویومی که این بند وقتایی که در تابستان مثلا در ماه هایی که هوا بسیار گرم میشه، ما میتونیم که با می آبی که از چاه و چشمه کنده شه آب از زیر الهاک کنیم، حداقل 2 ماه یا 3 ماه میتونه که با مو آب های چاه و چشمه ما تمام کشت و باغ از ما رو کمک کنه. سیومی که ما وقتی که آب داشته باشیم آب از سرریزه باید نرو از این برق گرفته باره. این کار بسیار نگسته، ما چرا آب را که طرف پایین میره انرژی زیر باید نگیریم. چهارمی که منطقه را از نگاه محیط زیست بسیار آرام میکنه، این کوه سرسبز خواهد شد، اطراف زیر ما درخت میشانیم. پنجمی که ممکن است که در این منطقه مسئله تربیه ماهی به وجود بیاید. ششمی است که یک تفریحگاه بسیار خوب جور میشه، مردم منطقه میایه یک ساعت در پالوی او میشینه، چون میگه که خوبترین چیزی که روح انسان شاد میکنه سبزی و آب و شادابی منطقه است. پس شما ببینید که چندین مزایا را تناب بند داشت.
و قطعا ما وقتی که بند خود 20 متر بسازیم میشه اگر ما میره در زیر زی یا کمی پایینتر که هر قدر ارتفاع زیاد شود ما شاید بتانیم که یک برق خوبتر را بگیریم. البته در 20 متر ارتفاع بایوی آب این خواب سالای خوشسالی است، شاید سالای ترابی آب دو چند سی چند شود. ما میشه که ما دوباره تکنیک های سرازی بیندازیم که خود پینستاک خود یا به حساب ما لوله را پایین تر بکشیم، حد یکل 20 متر خود از ایست 20 متر باز پایین تر در کزنگاه ارتفاع این برق از دو برابر سه برابر خواهد شد. میگم میشه انشالله که در مشکل نداره. بسیار خوب، تشکر از انجینر صاحب که امروز تشریف آوردین. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از انجینر صاحب که قدم رنجه کرده با برادر آقای رسان و رفقایش. ما از این بند خیلی خوشحال هستیم، خدا کند که به زودترین وقت اقدام شود. دیگر از برادرهای خارجی ها خیلی خواهشمندیم که توجه زیاد داشته باشید. از شما تشکر میکنیم، خدا کند که این بند به زودی به سلامتی و موفق انجام شود. بنده های محترم، برنامه بود که امروز در تمقال لومان داشتیم و امیدوار هستیم که به زودترین فرصت در اینجا کار شروع کنیم و همچنان خبرهای خوب را از طرف شما خوبان مسافرین عزیز برای مردم در منطقه داشته باشیم. با امید منطقه آباد و تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک می‌سپاریم.